سلام پنجشنبه 23 خرداد 92 23 ژوئن 2013 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه نظرسنجی های مستقلی که این روزها منتشر شده نشون میده که آقای روحانی و قالیباف اول و دوم هستند در بین کسانی که حاضرن رأی بدن و احتمالا انتخابات باید بره به دور دوم البته این نظرسنجی ها هیچ کدوم نشون نمیدن که چند درصد مردم گفتن که اساسا رأی نمیدن و شانس آقای روحانی در مورد اون کسانی است که رأی نمیدن و طبقه متوسط بزرگ ما که ناراضی است و وزنش اگر حرکت بکنه در کشور زلزله پیدا میشه به خصوص اگر آقای روحانی به دور دوم بره در فاصله یک هفته ای شانس این که اون وزنه بزرگ حرکت بکنه هستش همه این حرف ها در شرایطی است که تقلب نشه و مهندسی انتخابات و عدد و دستگاهی که آقای خامنه ای بلده خواب دیگه ای رو ندیده باشه دیروز تجمع طرفداران آقای روحانی در میدان هفته تیر و کریم خان و میدان ولی اصر و از اون طرف هم به سمت میدان فاطمی با حمایت نیروی انتظامی بود و وقتی هوا تاریک شد شعارهای یا حسین میر حسین هم از این جمعیت شنیده شد شعار جالب هموطن تحریمی حمایت حمایت بود که در واقع همین بحثی است که ابتدا کردیم که موفقیت در گروه کسانی است که در واقع بخش بزرگی از جامعه شاید 20 تا 30 میلیون رای باشند و از کل نظام بیزارند و اگر تصمیم بگیره این بخش حرکت بکنه اون وقت زلزله ای میشه که اگر هم بخوان تقلب کنند جلوش بیستن یک جنبش سبز دیگه به راه میاندازه ستات های آقای عارف اطلاعیه دادن که به کار مشترک با ستات های آقای روحانی خواهند پرداخت همینطور هم ستات های آقای حداد هم به جلیلی پیوستن وزارت اطلاعات و پاره بازجوهاش به فعالین سیاسی نیروهای منتقد سیاسی زنگ میزنند و اونها رو تهدید کردند که حق حمایت از کاندیدایی رو ندارم به خصوص آقای روحانی رو و عواقب سختی در انتظارشون خواهد بود بیت آقای منتظری سازمان ادوار تحکیم آقای سانعی آقای بیات زنجانی از آقای روحانی پشتیبانی کردند. آقای مصباح یزدی هم حملات تندی رو نصار هم آقای خاتمی و هم آقای روحانی کرده غالیباف هم در خوزستان آقای روحانی رو سیاست باز جبه ندیده خونده و به شدت به او حمله کرده البته زمیمه روزنامه ایران هم دیروز توقیف شد به دلیل اینکه در اون نوشته بود غالیباف اساسا ایرانی نیست و ازبک نکته دوم اینکه آقای خامنه ای دیروز صحبت کرد و برای نخستین بار بود که ایشون به یاد ایران و کشور افتاده بود و شاید مهمترین فراز صحبتش این بود که گفت حتی کسانی که حامی نظام هم نیستند به خاطر کشور بیان و رأی بدن به قول معروف آخرین سنگری که هر شارلاتانی پشت اون پنهان میشه ملیگرایی در اون مسئله معروف سیاسی که وقتی خوب به بنبست میرسن حکومت های ایدئولوژیک تازه یاد میهن و وطن و کشور میفتن آقای کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در واقع تایید کرد که آقای مسلحی و مقامات امنیتی در جلسه اومدن ولی گفت این عادیه کارشناسان دستگاه های مختلف در جلسات شورای نگهبان حضور پیدا می کنن. آقای روحانی هم در صحبت با روزنامه شرق تایید کرده که به او گفت شورای نگهبان که بره از آقای هاشمی بخواد انصراف بده و او هم نپذیرفت قبل از اعلام رسمی رد صلاحیت سازمان گزارشگران بدون مرز خبر داده از اینکه دو روز مونده به انتخابات جمهوری اسلامی ریاست جمهوری اسلامی در ایران بسیاری از رسانه های خارجی هنوز ویزا نگرفتن به بسیاری اساسا جواب منفی دادند و خبرنگاران رو در واقع به حداقل اقل ممکن میخوان برسونن زمین که یک خبرنگار خارجی که در تهران و نخواست نامش فاش بشه گفته به شدت ما رو کنترل میکنن مترجم های وزارت ارشاد در واقع مراقب ما هم هستن و برای هر مصاحبه با هر کسی باید جداگانه بریم و اجازه بگیریم نکته سوم اینکه حسن رضوی شهروند اهل حقی که جلوی فرمانداری همدان خودسوزی کرده بود هم درگذشت به این ترتیب آمار تلفات خودسوزی به دو نفر رسید حکم اعدام سامان نسیم اه، اهل مریوان که به جرم عضویت در گروه های محارب به اعدام محکوم شده بود به تایید دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی رسید وکیل مدافع سامان گفته که به دیوان عالی کشور هم خواهد رفت محمد حسین رضایی زندانی کردی که به چهل و پنج سال زندان محکوم شده در زندان میناب به صورت تبعید در اعتراض به رفتار زندانبانان و وضعیت زندان که قبلا طی نامه منعکس کرده بود لبهای خودش رو دوخت و دست به اعتصاب قضا زده امیر چمنی فعال دانشجویی و سیاسی دانشگاه تبریز هم چهل و پنج ضرب شلاق محکوم شده بود در حق, در حق او جاری شد نکته چهارم اینکه معاون سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرده که در دو ماهه اول سال 92 واردات کشور برابر آمار گمرکات 30 درصد کاهش نشون میده. رئیس سازمان غذا و دارو هم عنوان کرده که ورود داروهایی که مشابه ایرانی داشته باشند داروهای خارجی که مشابه ایرانی داشته باشند ممنوع شده شرکت بریتیش پترولیوم هم حاصل مطالعاتی رو منتشر کرده که طی اون ذخایر گاز ایران با 33.6 تریلیون متر مکعب رتبه اول دنیا حتی بیشتر از روسیه رو داره ولی مسئله در ایران این است که حکومت امکان استخراج و سرمایه لازم بر استخراج رو نداره و شرکت های بین المللی هم امکان سرمایه گذاری در ایران رو به دلیل تحریم ها نداره. کامیون های سیمان صادراتی ایران به اراق هم در مرز شلمچه متوقف شدند برای اینکه حتی چند روز زودتر از اول تیر ماه که عراق گفته ورود سیمان رو ممنوع خواهد کرد جلوی ورود کامیون ها رو برای حمایت از تولید سیمان داخلی عراق گرفتن و به این ترتیب بازار سیمان کارخانجات ما یک بخشش از دست رفته و فشار به اونها افزایش پیدا میکنه اما نکته پنجم این که روز سهشنبه در سوریه یک دهکده شیعه نشین در شرق سوریه شست نفر از اون کشته شدن به دست مخالفین حکومت علت این درگیری هم این است که قبلترش افرادی از این دهکده به پایگاه مخالفین اسد حمله کرده بودند و حمله تلافی جویانه اونها بیش از شست نفر تلفات به جا گذاشته در روسیه دیروز چهارشنبه با مناسبت روز ملی روسیه تظاهرات بزرگی ده هزاران نفر در مخالفت با پوتین برگزار کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند سنجش و نظر سنجش مؤسسه پی ای دبلیو که در سطح جهان نظرسنجی کرده نشون میده که جمهوری اسلامی ایران یکی از نامحبوب ترین نظام های دنیاست در اروپای غربی 80 درصد مردم جمهوری اسلامی رو دوست ندارند و نامحبوبه در امریکا این عدد 70 درصد در اردن 81 درصد در مصر 78 درصد در و جالبه که حتی در لبنان 60 درصد در و در فلسطین هم 55 درصد در در ترکیه هم 68 درصده به این ترتیب دیده میشه که حتی در بین جاهایی مثل فلسطین و لبنان هم جمهوری اسلامی به شدت نامحبوبه نکته ششم اما آقای مصباح یزدی که مؤسسه امام خمینی او زمانی 300 میلیون تومان بودجه داشت و با سرکار اومدن احمدی نژاد در همون ابتدای دولتش به سه و نیم میلیارد تومن افزایش پیدا کرد و در سالهای بعد به طور تصاعدی پولهای حکومتی رو به اختصاص دادن بنا به اظهارات آقای قرویان که جدا شده از آقای مصباح میگه که در اینجا آدمهایی رو تربیت میکردن بریزن سخنرانی مثلا آقای هاشمی رو به هم بزنن و در زیرزمین مؤسسه هم اتاق محکمه و تفتیش عقاید داشتند و برخوردهای بسیار خشنی هم در اونجا میشد و اما نکته آخر بازم در خصوص همین آقای مصباح که شاگرد ایشون که آقای روانبخش که با ایشون هست عنوان فرمودند که آیت الله مصباح یزدی نظرسنجی رو قبول ندارند اندکی سرب صحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی